سلام، اینجا برج آزادی تهران. یه تاریخچه‌ای میخوام ازش برات بگم، یه سری تصاویر قشنگ ازش ببینیم تا تاریخش رو برات بگم. سال 1339 بود که حکومت پهلوی تصمیم گرفت بنای یادبودی در ورودی غربی تهران بسازه. تو شهریور 1345 طی فراخوانی تو روزنامه‌ها از معماران دعوت شد تا طرح‌هاشون رو ارسال کنن. سرانجام طرح یک دانشجوی 24 ساله از دانشگاه تهران برنده شد. بله، حسین امامت مأمور ساخت میدانی در پایتخت شد که قرار بود نمادی برای ایران مدرن باشه. کار ساخت برج در 11 آبان 1348 آغاز شد، 28 ماه طول کشید و در 24 مهر 1350 با حضور 3000 مهمان داخلی و خارجی برج شهیاد آریامهر افتتاح شد. از اونجایی که در جریان تظاهرات‌ها و مبارزات انقلاب اسلامی مردم برای تجمع‌های مختلف از این میدان استفاده می‌کردن، نام اون پس از پیروزی انقلاب به میدان و برج آزادی تغییر کرد. برج آزادی تلفیقی از معماری هخامنشی، ساسانی و اسلامیه، به طوری که قوس بیضی شکل برج نمادی از طاق کسرا، کاشیکاری فیروزه‌ای از دوره صفوی و شیارهای بالای برج از بادگیرهای یزد اقتباس شده. برج آزادی 63 متر طول، 45 متر ارتفاع از سطح زمین داره و از 4 طبقه تشکیل شده که دارای 2 راه پله با 286 پلکان و 2 آسانسوره. در ساخت این اثر از 25 هزار قطعه سنگ مرمر جوشغان اصفهان و 900 تن آهن استفاده شده. درهای اصلی برج آزادی از سنگ گرانیت همدان ساخته شده و سنگ‌های طبقه همکف و همچنین طبقات برج از معدن مروارید کردستان استخراج شده. میدونی که سالها نماد تهران بوده و در خاطر نه تنها تهرانی‌ها بلکه هموطنای دیگه‌مون هم جایگاه ویژه‌ای داره. انصافاً سخت از کنارش رد شده باشی و عکس یادگاری نگرفته باشی. هنوزم میدان آزادی میدان خاطره هاست و هنوز شما میتونید زیر این برج عکاسایی رو ببینید که عکس یادگاری میگیرن. خب، اینم از برج آزادی و تاریخ چشم. اگه از این پست لذت بردی، لایک و ذخیره فراموش نشه و حتما با دوستاتم به اشتراک بذار. ارادتمند همه شما، محمد اسفندیاری.